صبح قشنگ زیبایتون بخیر. آرزومند هستم یک صبح خیلی خوب و خوش رو آغاز کرده باشین و حالا هم خوشبختون هم مهماندار هستیم. آقای جاوید فرهاد با ما هستن که شاعر و نویسنده هستن. بیشتر صحبت‌ها رو در مورد تخریب سینما پارک می‌داشته باشیم. صحبت‌های ما بیشتر خواهد بود. با استاد سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. به نام خداوند بزرگ، درود بر شما و سلام بر بینندگان عزیز برنامه صبح خورشید. ممنون شما از اینکه تشریف آوردین، افتخار بخشیدین و ما حالا هم بیشتر صحبت در مورد تخریب سینما پارک می داشته باشیم. چقدر میتونه مشکل ساز باشه و چقدر سرصداها را به بار آوردن؟ سپاس از شما. همینطور که شما آگاه هستین، در رسانه های اجتماعی بسیار گسترده داشت موضوع ویرانسازی سینما پارک در کابل و البته نگاه های متعدد به این مسئله وجود داشت. برخی ها انتقاد کرده بودند از این نوع کارکرد دولت، برخی ها پیشنهادشان این بود که باید این دوباره سازی شود و برخی ها باورشان این بود که چون اینجا تعبیری که حکومت گفته بود مکان برای معتادان بود و بهتر است که تخریب شود. اما در کل ما میخواییم بگوییم که ما با عنوان شهروند و کسی که مسئول هستیم در افغانستان و همچنان حکومت افغانستان متعهد باید به این مسئله باشه که ارزش هایی را که ما در واقع با نوع هویت فرهنگی و تاریخی یا نسبتا تاریخی در افغانستان گری خورده، اونا را برای حفظ و نگهدار و پاسداشتش کمک بکنیم. بله. در کل ما باور مایی است که حکومت در برابر سینما و سینماهایی که در گذشته در افغانستان بوده و شما میدانید که نماد از مدنیت و فرهنگ شهرنشینی در شهرها قلمداد میشده، بی توجه بوده. تنها سینما پارک میایم، امروز ما سینما بهارستان نداریم، ما سینما بریکوت نداریم. بله. ما سینما اقبال نداریم، ما سینما باختر نداریم، ما سینمای پل خمری را نداریم، ما سینما در قندوز نداریم و سینماهایی که در ولایت های مختلف جمع پایتخت وجود داره همه ایش منهدم شده. برخی ها از جمله حکومت باورشان نی است که این مکان ها بر از اینکه از این استفاده درست صورت نمی گرفت و افراد اوباش و بیشتر معتادان به اینجا می آمدن یا به نحو برنامه داد و ستد مواد مخدر هم در اینجا صورت می گرفت، این مکان ها باید از بین برده شود یا در واقع جاگزین چیزهای دیگه شود، یعنی ساختمان های دیگه. اما ما میگم در تمام دنیا، در پیشرفته ترین کشورها امروز سینما وجود داره. شما اگر امروز در هندوستان برین، بیشترین توجه مردم، بیشترین درآمد از فیلم و سینما و فیلم سازی است و توجه گسترده مردم. همینطور اگر با آمریکا برین، با فرانسه برین، با کشورهای دیگه برین، چه در شرق چه در غرب، میبینین که فرهنگ سینما رفتن، توجه به فرهنگ پاسداشت از سینما و در واقع سینما گرا یک اصل بسیار مهم در کشورها پنداشته میشه. باور ما این همون بود که اگر این مکان نیاز به دوباره سازی داشت یا به ترمیم داشت یا همچنان که حکومت گفته که ممکن نبود که ترمیم دوباره سازی شود، یک راهی وجود داشت که پس با امو در واقع چشمانداز کلاسیکی که ما از این داشتیم این دوباره سازی میشد، یعنی اثر احیا میشد. ولی برخورد این گونه که این مکان بسیار معروف در کابل را که روزگار خاطرات تلخ و شیرین و بیشتر هم شیرین مردم افغانستان و پایتخت نشینان با او گره خورده بود، با این گونه عمل احساساتی و غیر فرهنگی چیز جز فرهنگ ستیزی قلمداد نمیشه. بله واقعا خوب استاد، صدا بلند کردن یک بانو که بانو سارا کریمی که اونا تلاش خیلی زیاده کردن، ما در برنامه همچنان داشتیم شان و بیشتر صحبتاشون هم داشتیم، گفتن که اگر امکان داره پس دوباره ترمیم شود. اما بعدا زمانی که از شهرسازی ما سخنگویش داشتیم با خود، اونا گفتن نخیر، اگر این تخریب میشه ما به یک مکان خیلی خوبه به خاطر نمایشگاه ها و بعضی از یک قسمت شو به سینما هم آماده میسیم. این چقدر میتونه پس چمگیر باشه و پس دوباره بتونه همین حالا سینما پارک که اینا تخریب کردن پس جاش گرفته میتونه یا خیر واقعا یا تا او تر آماده شوه و این همه کارها تمام شوه چقدر مدت زمان در بر خواهد گرفت؟ با توجه به وضعیت ناگواری که در افغانستان ما می‌بینیم، چه از نظر امنیتی و چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی فرهنگی که وجود داره، ما فکر می‌کنم که به این زودی‌ها خواب است و خیال است و مخال است و جنون.
چرا حکومت و در کل دولت افغانستان درگیر بحران‌های متعدد است؟ ما فکر نمی‌کنم که به این زودی بتونه این برنامه عملی شود. یک نکته. نکته دیگر که خوب است اگر بتونیم یک جایگزین خوب داشته باشیم بله. یعنی با یک تصور نیک به این مسئله دیده شود و یک نگارستان یا یک فرهنگسرای ساخته شود در اینجا که بخشش به سینما و بخش دیگرش به تئاتر و نمایش‌های فرهنگی ویژه فرهنگی مبدل شود کار خوب است. ولی اگر بس این باشه که آهسته آهسته به یکی از مکان‌های بازرگانی فردی و شخصی مبدل شود و از زمینش استفاده فردی و شخصی صورت بگیره، در او صورت من فکر نمی کنم که باز ما بتونیم بگوییم که ما یک بدیل خوب فرهنگی را جاگزین سینما پارک ساختیم. و باور من این است که بیشتر ما هم به اون مسئله تاکید میکنم که اگر دوباره سازی میشد کار نیک بود. اگر زمینه دوباره سازی از نظر ساختمان شهری و مهندسی و معیارهایی که برای ساخت و ساز مطرح است وجود نداشت، با همی چارچوب، با همی شکل میشد پس دوباره اثر ساخته شود. همی میتونست کمک بکنه به اینکه ما دوباره با او حافظه تاریخ فرهنگی خود بر دهه های 50 و 60 بر بگردیم و هم در واقع یک نماد و یک ساختمان تازه از سینما پارک را به نمایش بگذاریم. چنانچه ما در جاهای دیگه هم شما دیدن که مثلا که اعمار شده امو شیوه های سنتی را با رویکرد های جدید مهندسی ساخته شده و در واقع یعنی هویت تاریخیش و هویت فرهنگیش حفظ شده. خدا کنه که میتونه یک مسئله باشه و در پشت از این گپ دیگه وجود نداشته باشه، مثلا معامله های فردی و شخصی و سودپرستانه وجود نداشته باشه. انشالله آرزومند هستیم چنانه که گفته شده همان گونه عملی شود. خب استاد، گفتم ایشا به گفته بعضیا که البته ما همه ما شنیدیم میگن در او سینما، البته سینما پارک همیشه فیلم های پاکستانی هم با نشر سپرده میشه که باید با همه بیاین و ببینن. این چه قمه میتونه بالای فرهنگ خود ما، بالای فیلم های افغانی خود ما تاثیر منفی بگذاره؟ بله، در این جای شک نیست. این انتقاد کاملا بجا هست، وارد است و درست هم است که در بیشتر سینماهای شهر کابل و البته سینماهایی که نیمه جان هستند و فیلمهای غیر اخلاقی، فیلمهایی که با فرهنگ ما رابطه و مناسبت نداره و در واقع تشویق میکنه جوانان را به راههای نامشروع به نمایش گذاشته میشد، برای جمله فیلمهای غیر مجاز پاکستانی، فیلمهای غیر مجاز هندی، فیلمهای دیگه که میتونه در بر اخلاق جمعی صدمه و آسیب بزرگ برسونه، در این جای شک نیست. در این هم جای شک نیست که تعداد زیادی از افراد اوباش و معتاد به مواد مخدر هم در این سینما ها رفت آمد داشتن و حضور داشتن. اما این دلیل بر این شده نمیتونه که حکومت ایره عامل بدانه برای تخریب سینما. یک استناده که کرده بودن مسئولان حکومتی که در اینجا چون مکان برای معتادان بود خوب شد که تخریب شد. من میگم که جلو معتادان را کی باید بگیره؟ جلو معتادان را کسی که سینما دار است یا سینما را اجاره گرفته، دو تا پلیس باید بگیره، حکومت باید در قسمت اقدام بکنه. حکومت باید، حالا من مثال میتونم، یک روز احتمال داره که اگر فرصت مساعد شود معتادان بر ریاست جمهوری هم برن نقب بزنن و اونجا پودر بکشن. معنایش این است که باید ریاست جمهوری ارگه باید از تعداد برداریم. این منطق درست نیست. بنابراین خوب است که به این مسئله توجه شود و حکومت به صورت مشخص در حفظ و نگهداشت مکانهای تاریخی فرهنگی توجه جدی را مبذول بداره و خدا نخواسته نشه که روز و روزگار دولت افغانستان و دولت مدارای افغانستان از شمار مردمان فرهنگ ستیز در تاریخ به حساب بیاید. بله واقعا. خب استاد، تمام حرفا واقعیت است، ما میدانیم آنقدر ازینه گزافه که بالای قصر دارلمان مصرف شد، اگر 1% هم بالای سینما پارک مصرف میشد میتونستن سینماگرا را هم تشویق کنن و هم بتونن بهتر خوبتر فیلم ها بسازن. مثلا ما همه به این امید هستیم که خیر، ما فیلم های خود در افغانستان نمایش نمیگذاریم اما او رو به خارج آماده میسازیم. آیا امکان پذیر است وقتی ما خود ما فیلم هایی که آماده میشه در اینجا نبینیم
پس در خارج چگونه دیده خواهد شد؟ بله، بسیار نکته مهم را اشاره کردین. دو تا نظر در این مورد وجود داره و دو گونه برخورد وجود داره. توجه به هنر سینما، همطور که سینماگرا هم بارها این مسئله رو مطرح کردن، صورت نمیگیره. ما تولیدات داخلی نداریم. چرا نداریم؟ شما ببینید که در پروژه های پول مصرف میشه که اصلا او اثرگذاری قابل ملاحظه یا چشمگیر نداره. معمولا ما یک سریال میخریم مثلا از بیرون 50,000 دلار، 30,000 دلار، تا 1,000,000 دلار. شما فکر کنید که اگر 30,000 دلار یا 20,000 دلار شما به یک کارگردان سینمای افغانستان بتین که تنها از مثلا به صورت مثال میگم 10 تا یا 20 حکایت گلستان سعدی، بوستان سعدی، گلستان سعدی را بیاره و ایرا تصویری بسازه، فکر نکنم که به اندازه که ما مثلا سریال هایی که خلاف معیارها هست در حوزه نشرات و فرهنگ ما میتونیم که او را یک جایگزین خوب بسازیم. خب شاید با او سطح و با او معیارها نه، که البته یک سریال خارجی ساخته میشه، فیلم خارجی، ولی ما نکته های بسیار قشنگ داریم که به لحاظ فرهنگی و تاریخی بهش توجه شوه بسیار بهتر، جذابتر، قشنگتر از سریال هایی است که در واقع ما کمک ما میکنه که ما را او سریال ها رو نبینیم و در واقع فرهنگ خود داخل افغانستان و فرهنگ خودمانی را که در داخل یا فرهنگ بومی که در افغانستان است با او ارزش های فرهنگ بومی توجه بکنیم. اینها راه های است، اما متاسفانه به این مسئله توجه صورت نمیگیره و همونطور که شما پیشتر گفتین بیشتر سینماگرها چون دلزده شدن منتظر ازی هستن که کدام جشنواره است، کدام مثلا برنامه رقابتی در عرصه سینما است که اینا فیلم بسازن، بعد فیلم خود ببرن به بیرون و بعد اگر ممکن باشه برنده جایزه شوند یا در ردیف فیلم های بلند قرار بگیرن. یعنی تمام آرزوی یک سینماگر متاسفانه در افغانستان به دلیل بی‌توجهی حکومت به جشنواره های بیرون از افغانستان در عرصه فیلم سازی و تولید فیلم دوخته شده، که من فکر میکنم یک کلان نقیصه بزرگ هست یا نقصی کلان است برای ازی که ما نتونیم به تولیدات داخلی در افغانستان بپردازیم. بله واقعا. خب آرزومند هستم حکومت توجه جدید یه عرصه داشته باشه. ممنون از شما. سلامت باشین. زنده باشین. وضعیت آب هوایی افغانستان و چند شهر دیگر با هم یک جا تماشا میکنیم. دوباره برمیگردیم. ما را همراه باشین و تنها نگذارید.